میدونید عزیزانی دلی من، عشق و زیبایی، وفاداری و بیوفایی، رشک و خیانت، بخل و حسد، بدی و نیکی همیشه پا با پای انسان ها قدم میموند. ولی طول این فرصتی که انسان در اختیار خود دارد، باید اونچنان زندگی کند که در روز مرگش حتی دشمنش عشق بریزد، با تاسف عشق بریزد، یادش کند. و فرصت نیز خیلی کم است برای انسان ها. من در نظر دارم اون رو که اگر ما 100 سال یا 80 سال یا 70 سال یا 50 سال عمر ببینیم، با چینک کائناتی شاید این یک نفس باشد. به هر صورت وقت ترحم ندارد، وقت استگاه ندارد، وقت توقفگاه ندارد. وقت رو هیچ یک میلیونر دنیا خریده از خود کرده نمیتواند، هیچ یک سرمایه‌دار وقت رو خریداری کرده نمیتواند. و وقت با کسی شرط نامه نمیبندد. وقت به ترحم مثل دریا جوریست و در شتاب است همیشه. پس این فرصت رو انسان های نجیب و دلاغو پرسمر استفاده بردند و سمر زندگی آنها حتی مرگ رو مغلوب کرده است. یعنی چی طور؟ یعنی بعد مرگشان اسمشان رو در همه جا میگیرند. اینک کمپانی پوزیتیو پروداکشن در همکاری با کلاب ایکس او برنامه تازه، برنامه جدید فقط راست بگو را راجع به زندگی نامه شخصیت بسیار ارزنده رستم قاسم تقدیم شما میگرداند. رستمی که زمانی میگفت صدقه نام وطن، صدقه کلاب شوم. این هنرمند را همگان در خاطر دارند. این هنرمند هنرمندی بود که هزارها نفر اخلاصمند را دنبالش میبرد. آدمان از روستاها، از ناحیه های دوردست، از ولایت های دوردست سفر کرده فقط به خاطر شنیدن رستم به بزمگاه یا به مجلس تفریحی می آمدند تا از هنر این هنرمند بهره ور شوند. و امروز ما فرزند رستم، دختری رستم، شهنازه رستم را دعوت کردیم. خوش آمدید شهنازه بانو. و سوال نخستین من شاید سوال همه شما ها باشد. بینندگان عزیز و نازنین من، همگان نشانه رستم رو میشناسند، علاکه میدونند با ترانه های زیبا و دلانگیز در دل مخلصان جای گرفت. و اینک باز شهنازه، درباره خانواده تان میخواییم بپرسیم، چند نفر هستید؟ نشانه شهنازه؟ ما در اویله خودمون از پدر خودم، از مادر خودم سه دختر هستیم. باز یک خواهرک دیگر هم داریم، با اونم همه میشناسند. نشانه رستم از پدرم هست و از مادرم نیم، اما او رو ما از فرزندان پدرم دور نمیکنم. یعنی بگونه نمیحسابید؟ چه خیلی که خواهر خودم هستن، اونم همیخه. رستم دو زن داشت؟ دو زن. بله. بیا درباره ازدواج رستم حرف بزنیم. اول با مادر شما ازدواج کرد؟ بله. چگونه صورت گرفت؟ هم خیلی همسین بودن. یعنی پدر و مادرتون همسین بودن؟ همسین بودن، بله. نغزیدن، عاشق کردن، گرفتن. بعدن؟ بعدن با مادر نشانه چند سال بعد؟ هنرمند بودن اون کسم. مادر نشانه؟ بله. چند سال بعد نمیدونم، تقریبا چند سال بعد که اون کسا زنگ کردن. مادرتون آگاه شد از زنگ گرفتن رستم؟ بعدن. چی واکنش نشان داد؟ هیچ، جنگ و جنجال نبرداشتن. مناسبت دو بانو چگونه بود میانه هم؟ خوب بوده. چی خیلی خوب؟ در یک خانه زندگی میکردن، جنگ و جنجال نبود. یعنی نشانه نیز با شما با وای رسید؟ بله. شما در کجا زندگی میکردید اون سالها؟ ما وقتی تولد شده من شهر کلاب در زندگی میکردیم. بعد از او به شهر دوشنبه آمدیم. با مادر نشانه یک جا زندگی میکردیم. و اون سالها سالهای بعد جنگی بود، یعنی بعد جنگ شهروندی بود، زندگی خیلی مشکل بود. شما چگونه زندگی رو پیش می بردید؟ تا روزی که پدرم بودن خوب بود زندگی. بعد سر پدر؟ بعد از سر پدرم خیلی مشکل. مادرتون رنج می کشید؟ اصلا نشانه من خیلی میخواستم که راجع به پدرتون حرف بزنید که از چی اویلای بود. پدرش، مادرش
اویله زیویی بودن یا اینکه در اویله کارگر به دنیا آمد؟ اویله صنعتکار بودن. پدرشم مادرشم صنعتکار بودن. یعنی؟ سرود میخوندن؟ بی بی هم سرود میخوندن. پدری پدرم نه اکتیار. بانم رحمان دوستی قربانیان هستن. رحمان دوستی قربانیان؟ بله. رحمان دوستی قربانیان تئاتر آینه؟ بله. رحمان دوستی قربانیان تئاتر آینه شاید اکثر اخلاصمندان رستم قاسم تا حال ندانند، شاید دوستداران هنرش تا حال ندانند که پدر رستم این رحمان دوستی قربانیان است. رحمان دوستی قربانیان هنرپیشه خیلی برجسته و نامدار تئاتر آینه. اگر برای شما نامفهوم باشد من میفهمانم. فیلم سعی افرایم افردی ستاره های سری تنور رو یاد فکر میکنم که همگان در خاطر دارند. در این فیلم یک نقش خیلی خاطرمون داشت رحمان دوستی قربانیان که با قهرمان این فیلم دخترچه خردسال میگوید مشایتان در خانه جنگ میکنند. آن همین رحمان دوستی قربانیان است. یا اگر در خاطر نداشته باشید باز میگویم یک ترانه یک بدهه حجوی یک ترانه حجوی میخوانند. با چنین سخن ها است در این ترانه: بله مرغک، بله بیچاره مرغک، بله. اگر این ترانه را در یاد داشته باشید این همان رحمان دوستی قربانیان به همتا و به نظیر ستاره تئاتر تاجیک است. و واقعا هم من هم نمیدونستم، شوک شدم راستی گپ نمیدونم، چون که میدونم که رحمان دوستی قربانیان نیز اویله دارد و فرزندان رحمان دوستی قربانیان رو هم قربانیان رو من میدونم، ولی هیچ وقت من راجع به پدر شما نشنیدم در این اویله. یعنی چی خیل؟ ما هم نمیدونستم وقتی که من از شهر کلاب مکتب میونه رو ختم کردم و اینستیتوت صنعت داخل شدم، همینجا فهمیدم. چگونه فهمیدید؟ کی به شما گفت؟ یکی از دوستانم به من گفتن، من راست پیش اونا رفتم. قبول کردن؟ بله. خب تاریخی زندگی رحمان دوستی قربانیان با مادر رستم یعنی بی بی شما چگونه بوده است؟ راستی گفت من نمیخوام در این بار از صحبت کنم. برای شما سخت است؟ بله. دشوار است؟ خوب باشد. به هر صورت سببی که من خود به پدر کلان شدم، از حال دل پدر خودم با خبر هستم. من میخواهم که راجع به شناسایی مادرتون حرف بزنید که مادرتون با پدر چقدر شناس شد در مکتب، یعنی همدیگر رو دیدند، عاشق شدند، چگونه صورت گرفت؟ وقتی پدرم خور بودن، مادرم شش برادر دارن، با اونها رفیق بودن. وقتی خانه مادرم می اومدم پدرم، همون جدیده عاشق می شدم. عاشقی که خیلی فهمونم، روبرو شیده نمی توانستم، فقط چشم بود. فقط با نگاه. یعنی شما چهار دختر در این اویله دنیا اومدید. نشانه چی؟ نشانه باز برادر و خواهر دارد از پدرش؟ بله. نه، از پدر من برادر و خواهر ندارد، اما دو اپا و دو اکا دارد. یعنی مادر نشانه از ازدواج پیشینه؟ بله بله. رابطه شما چی؟ از پدر من نشانه رستم است. نشانه است. مناسبت شما با برادران نشانه چگونه است؟ خوب است. خوب است؟ بله. رفت و آمد تو هنوز هست؟ بله بله. تا جایی که من میدونم مادر نشانه نیز از دنیا گذشت. بله. نقل میکردن که ما هر وقت که در یک خانه زندگی میکردیم بین ما جنگ و شور و وضع نبود. شما مادر نشانه رو دوست میداشتید؟ به حد. چی؟ به حد. من بسیارتر از نزد مادرم بودن، بسیارتر پیش اونها بودم. از سببی که من دوست می‌داشتم اون کسا. بسیار زن یعنی خوب بودن. زن خوب بودن؟ بله. یگان سخنای بد نمی‌گفتن. چقدر که می‌خواستن مهربونی می‌کردن. شما رو نوازش می‌کردن. بله. از نشانه جدا نمی‌کردن. هیچ وقت. یادشون بخیر. حالا چی رابطه با نشانه چگونه است با خانواده زنی دیگری پدرتون؟
چه خیلی که اون وقت بسیارتر رفت آمد داشتم، حالی هم هم خیلی رفت آمد من هستم. حالا همه بزرگ شدن، همه پای زندگی خود هم میتاد. لحظه هایی رو که از پدرتون در خاطر مانده است چگونه بود؟ مثلا طرز لباس پوشی، مناسبت با خانواده، می اومدند مثلا؟ من میدونم که صنعتکاران دیر به خانه می آیند، اون زمانی می آیند که کودکان علاقه خوابند. یاد دارید پدر رو؟ بله. چی جز ای زندگی پدر در خاطر شما نقش بسته است؟ در اویلای ما یکم دختری پدر من هستم که به دنیا، یکم من به دنیا اومدم. وقتی که من به دنیا اومدم اون کس در خدمتی وطن بودن، بعد از یک سالگی من اومدم. وقتی که کلا می اومدم و در شهر کلا ما وقتی زندگی میکردیم، کلا می اومدم اونجا بودم من. وقتی خانه نشانه شان می اومدن، من با خود می آوردن مرا. یعنی شما با خود می آوردن؟ بله. بعدم بعد شنبه کوچیده اومدم تا روزی مرگ پدر. پدر وقتی که به دوشنبه اومد با رحمان دوست قربانیان پدرش واخوری میکرد یا نه؟ اینها در زندگی هم دیگر رو دیدند یا نه؟ بله. چی خیلی؟ تا جایی میدونم با من بابایم نقل کردن. بابایتان رحمان دوست قربانیان؟ نقل کردن، بسیار چیزا نقل کردن و نمیتونم. یعنی دشوار است یادوار شدنی اون روزو؟ به هر صورت اینها در زندگی همدیگر رو دیدند. بله. اون کس چقدر مهربان هستن بابای من. فقط اون کس هم دیرتر فهمیدن که پدری من پسر اونها است. دیر فهمیدن؟ بله. در این بوره نمیدونستن؟ نه. یعنی رحمت دوست قربانیان رو جه به تولد پدر شما چیزی نمیدونست؟ بعدن آگاه شد؟ بله. چی درام، مثل درامی که در تئاتر ها بازیده می شود، مثل فوجیه که در فیلم ها است. به هر صورت پدر شما بالاخره پدرش رو دید؟ بله بله. روزی همون فوجیه رو در خاطر داره؟ چی روز بود همون روز؟ روزی از دنیا گذشتنی پدرتون؟ روزی که پدری من گذشت، ما با مادرم در شهر دوشنبه بودیم. ما نمیدانستیم که پدری ما از دنیا گذشت. شما گفتید که در دوشنبه همراه مادری نشانه، مادری شما در یک خانه زندگی میکردن. اون لحظه جدا بود؟ مدتی کوتاه؟ با مدتی کوتاه ما یه جا زندگی کردیم. بعدن ما علاهیده شدیم. اونها علاهیده. وقتی پدر من از دنیا گذشت ما نمیدانستیم. همون ساعت به شهر کلا بردن، بعد ما آگاه شدیم که پدری ما گذشت. کی شما رو آگاه کرد؟ تغال با ما را گرفته بردم به شهر کلا. چند ساله بودید؟ 6 ساله بودم. پدرم از دنیا گذشتم. تو جایی که میدونم شلیک کردند، یعنی پراندند. در کجای بدنش تیر رسیده بود؟ این را هم میدوند که کجای باید شلیک کردند. پراندند این طرف شکمش بود. پایان قفس سینه؟ در پایان قفس سینه بله، 3 تیر زدن. 3 تیر؟ تا جایی ندانستگی همون پدری من در خانه نشانهشون از دنیا گذشتن، همونجا این واقعه ها روی داد. در کنارش کسی نبود همون شب؟ بودم. کی؟ برادران مادری نشانه بودن، مادرشان بودن. دیگر ما نمیدونم که بودن. از دوستان هم که باز یک رفیقش بوده است، خانه دانه بودن بیرون ده. در بیرون کی؟ من نمیدونم. وقتی سوال جواب کردن فقط همین قدر فهمیدم که خودش را کشته است. سه تیر. در حیرت هم انسان فقط میتواند یک تیر به جسم خودش خالی کند. تیر دویم رو تنها نفر میتواند خالی کند که انسان نباشد و یکان قوه غیر مقرری داشته باشد.
تیری سیوم رو نمیدونم، قوای غیر مقرری هم نمیتونه تیری سیوم رو به خود خلی کند. در حیرتم و این مرگ مرموز، این مرگ پیچیده تا هنوز چند سوال رو به بار میارد و واقعا پیشنهاد کردن این سوال ها با شهنازه خیلی دشوار است، جواب دادن به این سوال ها خیلی دشوار است برای یک دخترک نازنینی که امروز راجع به پدر حرف میزند. به هر صورت من میخواستم بگویم که بعد مرگ پدر مناسبت چی گونه بود؟ مناسبت دو خانواده؟ هیچ کس نمیدونست که با کدام سبب پدر ما رو پراندن، تیر خورد. هیچ کس تا حال نمیدونند. یعنی این کار در داخلی خانه بود؟ بله، در داخلی خانه. حتی تا بیمارخانه خودشان ماشین خودشان های کده رفتن رو رانندگی کرده گیم. یعنی با همون حال با سری فرمانی ماشین نشستند؟ تا کجا رفتند؟ تا بنیس سکوری. تو بیمارخانه؟ بله رفتم، فقط میخوام زنده مونم. همین قدر گپ میگفتستم زنده مونم. در کنارش کسی بود است در داخل ماشین؟ در داخل ماشین تنها از پسش رفتم. یعنی حدودی تقریبا 3-4 کیلومتر راه است از اون جایی که زندگی میکردن تو بیمارخانه. این واقعه را یعقوب عبداللهیف هم دیده گیم. یعقوب عبداللهیف هنرمند؟ بله. با چشم خود دیدم؟ بله. وقتی که در ماشین میشینند رانندگی میکنند اون کس هم دیده گیم. یعقوب شما قصه کرد؟ بله. چی گفت؟ همین قدر نقل کردن منده که از توی آمدم یک آوازی تیر شد، آوازی بلندی مردانه شده، دویم تیرده و چه گفتن که مادر نشانه هم رستم گفته داد زنیم. بعد میگه همونجا فهمیدم که رستم اکشتم. در نزدیکی خانه بوده است یا خود؟ بله بله. بعدا تو بیمارخانه رفته رسیده است؟ تا بیمارخانه وفات کردم. فقط هم اینقدر سخن کرده که مرا در کلاب گر کنه و خاک سپاره. و همین طرح هم شد، در کلاب و خاک سپاره. بعدی مرگ پدر شما گفتید که زندگی لکه دشوار شد، یعنی چگونه دشوار شد؟ وقتی پدر من از دنیا رفتن ما دیگر جایی نداشتیم برای رفتن. مادرم رو به خانه بی بی هم موند و به شهر مسکو رفتم. به روسیه رفت؟ شما رو چه روز روزگاری بود در خانه بی بی؟ از همه دختری کلان در آیله ما بودم. 6 ساله وقتی پدرم گذشتن بعد از چند ماه مرا بی بی هم به یتیم خانه سپاریدن. زندگی دشوار بود، مشکل بود. برای اون کس هم قیم بودن. یک پسر داشتن، امیدی اون کس پدر من بودن که رفتن. در خانه بی بی اذیت میکشیدید؟ نه اونقدر. در اون سالها همه اذیت میکشید. از بس که من با دو خواهرم بودم، با شش دختر دیگر داشتم بی بی من، قیم بود، مشکل بود. بی بی هم به مرکو میرفتن، سرودخانی میکردند و یعنی بی بیت تو نیز آواز خوان بودن؟ بله، سرودخانی میکردند و از همون مرکان نان جمع میکردند و هر چیزی که برای ما گرسنه نمونه.
مادرتون از روسیه برایشون پول میفرستاد؟ بله. با چی کار مشغول بود مادرتون در روسیه؟ سودا میکردم. حالا چی؟ حالا هم در روسیه هستم. بله. اونجا زندگی میکنم. بله. پدرم گذاشتن، بیبی هم گفتن که خانه حقی فرزنده تو هست. مادرم گفتن وقتی شوهری من در خانه قدم نمیزند در کار نیست. قبول نکرد؟ بعدا در کجا زندگانی کردید بعد خانه بیبی؟ بعد از ختمی مکتب شهر دوشنبه آمده پیش مادرمان آمدم، صاحب خانه شده ما همش... جمع گیرد کرد، یک جای کرد. همه دخترها رو یک جای کرد؟ بله. حالا خواهرهای شما به چی کار مشغولند؟ آنها آیله دار هستند، زندگی خوبی پسی سر دارند. مادرتون چی؟ مادرم به شوهر نبر آمد دیگر؟ بر آمدم. بعد چند سال؟ بعد 10 سال. بعد از 10 سال؟ بله. بعد از 10 سال به شوهر بر آمدن، با صاحبی دخترچه دیگر شدن. پدراندرتون با شما چگونه مناسبت دارد؟ مناسبتی که اونها داشتن، اگر پدر خودم هم که زنده می بودن، ممکن که بچه نیو با ما مناسبت خوب نمی کرد. چقدر انسان خوب بودن. با روزهای نزدیک اون کسم از دنیا گذشتن. پدرم برات؟ بله. خواهر خردیه که از پدراندر به دنیا آمد با شماست؟ بله. با مادر یا اینکه با شما؟ با مادر الان در فدراسیون روسیه است. بله. شما در تاجیکستان. دخترچه خردی خواهرشتون با شماست. شما نگاه بینید. با ما است. شما در برای مادر نشونه با یک محبت حرف زدید. واقعا همینطور بودن؟ مهربان بودن. چقدر زنی مهربان بودن. نه هر وقتی که با مادرم سر یک دسترخوان میشینیم صحبت میکنیم، هر یک ششتن و خستن رو یاد میکنم اون کسا. مادرم هم میگم که آچا جان به حد شما را قهرتون میاد یا نه، من اون کسا به حد نغز میبینم. نشونه چی مادر شما را دوست میدارم؟ به حد. چی میگوید مراجعه کنم؟ مادر من هم هر وقتی با نشونه صحبت میکند، هر وقتی که زنگ تلفنی قطعی گب میزنن، از مادر بسیارتر اون کسا مهربانی میکنن که حس نکند به مادر خودم. بله. دخترم جانی اوچا گفته وای میکنم. نشونه هم اوچا میگه؟ بله اوچا. اوچا جان گفته وای میکنم. نشونه در قیاس با شهنوزه بر وقت‌تر شروع کرد. شهنوزه باشه دیرتر. تو این دم شما با چی کار مشغول بودید؟ وقتی من ختم مکتب رو ختم کردم اومدم داخل شدم، در جاده صنعت داخل شدم، خوندم، به شوهر بر اومدم. فرزند دارید؟ بله یک پسر دارم. نامش؟ فریدون جون. فریدون نبیره شدروان رستم. بعدا چی شد؟ بعدا وقتی کورس دویم میخوندم، پدرم رو یاد بود کردن در کاخ جامی، اونجا یک سرود با نام پدرم خوندم. بعد از اون کنسرت من به شوهر بر اومدم، دیگر روی صحنه نامدم. حالا چی شوهرتون مقابل نیست؟ نه. شوهرتون هم اهل هنر است؟ بله. هنرمند است. خیلی خوب. زندگی خوب دارید. خواهران زیر نظارت شما؟ بله. اصلا اخلاصمندان هنری شهنوزه میتوانند ترانه های شهنوزه را از صحیفه پازیتیو پروداکشن در یوتیوب پیدا کنند. پازیتیو پروداکشن یوتیوب، این صحیفه رسمی همین برنامه است. شما میتوانید ترانه های شهنوزه را از اونجا پیدا کنید و گوش کنید. اکنون شهنوزه چی نقشه ها دارید؟ نقشه های زیاد دارم. نقشه های ایجادی؟ نقشه های ایجادی انشالله که
بسیار است. بیشتر چگونه ترانه ها رو دوست میدارید، پسند میکنید؟ ترانه های آرام آرام یا اینکه ترانه های رقصی؟ چگونه ترانه ها خلقی یا اینکه نمیدونم اکادمیکی؟ بسیارتر ترانه های آرام رو. از هنرمندان صدای کدومشون به شما پسند است؟ من وقتی خور بدم هر روز دوبار سه بار با ملکه سعیدوه زنگ میزدم. چقدر اون کسا نغز میدیدم، سرودای اون رو ازیاد میکردم، هر روز میگفتم زنگ زده. بوری با ملکه سعید این بانوی هنر که الان سکوت کرده است حرف زده اید از پیش؟ بله. بله اون کس ما رو دعا داده گیم در کانسر. وقتی ما رو دیدن مادرم گفتن که این دختر من فنت شده گی برای شما. من سرودای پدرم رو من قدر گوش نمیکنم، هر روز فقط ملکه سعیدوه. ترانه هایش رو ازیاد میکردی؟ بله. وقتی مکتب رو ختم کردم خواهرم به مادرم گفتن که آچه جان شهنوزه رو کجا داخل میکنه، گفتم میپرسیدم. مادرم میخواستم من طبیب شم، من نخواستم، من صنعتکار میشوم. من خودم گفتم نتوانستم به مادرم، خواهرم گفتم. مادرم حیران شدم، گفتن این ای قدر خب آواز نمی برای دردنی، چی خیلی صنعتکار میشه، صنعتکار باید هوشیار باشد، چست چالاک باشد. ولی شما شعبه سرایندگی رو ختم کردید همینطور؟ بله. در یکون انسامبل با کورونا در اومدید؟ کدوم انسامبل؟ انسامبل گلشان بود. حضور کار میکنید؟ بله. حضور در انسامبل گلشان کار میکنید، خیلی خوب. در نزد فیلارمونی؟ بله. روجه با خاطره پدرتون گرامی داشتی؟ خاطرات پدرتون یکون ترانه سروده اید یا نه؟ با نزدیکی نصیب انشاءالله. تصمیم دارید؟ بله. و در نهایت نشانه میخواهم درباره صحبت رو باز هم با یادآوری از پدرتون به انجام برسونیم. یکون چیزی در خونه به یادگار مونده است از دست پدر، چیزی دارید؟ وقتی پدرم گذاشتن لباسای اون رو شتاد تقسیم کردن، فقط در خانه بی بی من یک جامعه اش بود و بعد لباس هایی که وقتی کار می رفتن با سراب پسیم کار می کردن. لباس های حربی؟ بله. اون لباس هاش بودن، یک پای افضال هاشون بودن. همه آنها رو بی بی من وقتی در خانه روز شد که نو نیفته برای ما فروختن، نمیخواستن که باید از دستیم. سلوهای دشوار؟ بله. از سبب مشکلی فروختم. دیگر چیزی نمون؟ فقط سرود موندگی، خطهایی که از خدمت رای کردگی هم برای بی بی هم مادرم. از خدمت هر بیشون؟ بله. برای مادرم رای کردگی آنها موندم تمام. اون خطها هستن؟ بله. یعنی از خدمت هر بی با مادرتون خط میدید؟ اون خطا رو خونده اید شما یکم بود؟ وقتی آیله دار شدم، بعد از آیله دار شدم، بعد از چهار ماه به سفر خدمتی حربی می روید. و ما تا حال اون خطا رو به دست نگرفتیم. به دست نگرفتیم؟ در دست که هم؟ در دست امو. مضمون اون خطا رو مادرتون به شما پیسه نکرده است؟ مادرم فقط همینقدر چیز خواستن که برای من هیچ چیز در کار نیست از اون خونه. فقط من میخوام همون خطایی که برای من فرستاد یک بار دیگر خونم. خطا رو پس بگیرد اما مادرتون میخواد؟ اما ندادم. ندادم؟ من از امهای شهنوزه خواهش میکنم که لااقل یک دونه خط رو به حد یک خاطره به دست شهنوزه بدهند، زیرا شهنوزه امروز ادامه نامی رستم است، رستم زنده‌یاد، رستم شادروان. من میدونم که خیلی مشکل است، بگذار تمام خوبی های دنیا از شما، تمام آن نامه ها و عکس ها از شما، فقط یک خط رو به دست فرزندش بدهید تا مین بعد در آینده بعد ها احساس پشیمانی نکنید، زیرا
نشانه حق دارد، نشانه و هم شهنازه حق دارند که یک دونه از اون خط ها بگیرند و در میان آلبوم عکس ها و خاطره هایشان اون خط را بگذارند. و واقعا هم اینجا شهنازه گفت که با مادرش چیزی لازم نبود، نه خانه نه چیز، و یگانه چیزی که مادرش میخواست، یگانه کسی که برای مادرش عزیز بود از دنیا رفت. ولی امروز نشانه از رستم فقط همین چند تا خط مونده است که من فکر میکنم اگر به حسن تفاهم بیایند باید یک دونه خط را برای شهنازه و برای نشانه تقدیم کنند، چون خاطراتی از دست پدر. غیر از اون نامه ها من فکر میکنم که در فیته های که اون سال ها ساید ثبت شدن نوار های پدرتون باقی مونده باشد یا نه؟ بله هستند؟ بله. در دست شما یا در دست امه هایتان؟ تمام ویدیو ها هستن، کنسرت ها هستن، بسیار در توی ها خواندگی هستن، اونها رو من از هر جا جمع کردم. تنها از دست بی بی هم من یک ویدیو دارم. در اون ویدیو چی هست؟ در اون ویدیو روزی مرگ پدرم هستن. و این نوارها رو هنوز شما در یک اونجا نشون نداده اید. آینده تصمیم دارید که اگر فیلمی مستند در باره پدر تهیه کنید؟ بله. و این نوارها رو حتما استفاده میبرید؟ نشان. ولی اگر اون نامه های عاشقانه باز باشند، نامه های پدرتون با مادرتون از خدمت حربی، و در اساس این نامه ها میشود حتی یک برنامه تهیه کرد، اگر امه های نشانه این نامه ها رو لااقل با ما پیشکش کنند که ما نسخه برداری کنیم، لااقل نسخه برداری کنیم، برمیگردونیم، وعده میدهیم. خب امروز خیلی حرف زدیم راجع به زندگی شادروان رستم زنده یاد، و از غم گفتیم، از دشواری ها گفتیم، از مشکلی ها گفتیم، ولی من این زمان از شهنازه، از فرزند رستم خواهش میکنم که با یک پوره از ترانه پدر صحبت امروزه ما رو انجام بدهد. با تو شیرین است حیات، با تو رنگین است حیات، به تو تنها ماندنی من داد و فیغانم بباد. می سوزم چوشم داغ با عالم، غمهای تو در دلم جان و جگر است. می سوزم چوشم داغ با عالم، غمهای تو در دلم جان و جگر است. آفرین. هرچند امروز رستم میونی ما نیست، ولی رستم هنرش را ذره ذره، تیکه تیکه با فرزندهایش تقسیم کرد. نشانه را ببینید، خیلی زیبا میخواند. شهنازه را ببینید، خیلی عالی میخواند. و این است صنعت ارثی، صنعت ارثی که توسط ارثیات، توسط ژنتیک، توسط خون از پدر به پسر، از پدر به دختر میگذرد. و در برنامه امروزه ما چند دلیل هنوز نگفته رو گفتیم. هیچ کس نمیدونست که رستم قاسم فرزند هنرمند مشهور رحمان دوست قربانیان است. هیچ کس نمیدونست که رستم بعد خوردن 3 تیر در جسمش، در پایان قفس سینه‌اش، خودش سر فرمان ماشین نشسته تا بیمارخانه آمد. و هیچ کس نمیدونست که نشانه و شهنازه از یک پدرند، ولی مادرهای دیگر دارند، مادرهایشان گوناگون است. به هر خاطر آنهایی که با ما هستند عمرشان دراز، و آنهایی که با ما نیستند یادشان بخیر. با همین حرف ها برنامه امروز رو جمع بس میکنیم. بسیاری سپاس میکنیم از کمپانی پوزیتیو پروداکشن و همچنین از کلاب ایکس او برای کمک در تهیه برنامه امروزه. به هر خاطر به قدر یکدیگر برسید. زندگی کرویان رو ندارد که از گریبان یکدیگر بگیرید و من حقم یا تو حقی، یا تو دروغ میگویی من راست میگویم بگویم. زندگی کرویان چیزها رو ندارد. عمر در شتاب است، و این رو دانسته باشید که وقت استگاه ندارد که مثل یک اتوبوس میآید و مسافران رو میگیرد و سوار میکند. نیست وقت. وقت میرود، و به قدر این وقت، به قدر این دقایق، به قدر این ثانیه ها برسید. یکدیگر رو دوست بدارید. خیر.